ever wonder, like, different choices, how we might have ended up? No. I like the hand we've been dealt. بفهم. سلام، خیلی خوش آمدید به زونکست ما که درباره همین ایونت اخیر پلی‌استیشن 5. من هم سلام میکنم، امیدوارم که خوب باشین. بله، همونجور که تقریبا همه تون میدونین، پنجشنبه 22 خرداد ماه، یعنی بامداد جمعه در حقیقت، سونی با برگزاری رویدادی که ابتدا قرار بود یه هفته زودتر برگزار بشه اومد و بالاخره یه لاین اپ اولیه از بازی های پلی‌استیشن 5 و ظاهر کنسول رو رونمایی کرد که فکر کنم همتون لایو هم دیدین توی. بله، درست همینطور. آره، ما یه پخش زنده هم رفتیم از این مراسم. اونایی که خب همراهمون بودن حتما در جریان هستن. خیلی هم بچه‌ها استقبال کردن. میشه گفت تقریبا مهمترین ایونت امسال بود تا این. آره دیگه، با توجه به نبودن E3 و اینکه خب امسال خیلی تابستون قرار بود پرخبری باشه که حالا هنوزم هست، یعنی هنوزم یکی دو ماه وقت داریم که کلی خبر بیاد. گیمزکام دیجیتالی برگزار میشه. بله. و ماه آینده مراسم ایکس باکس مایکروسافت و ایکس باکس و و و و سعی کردن همه اداپت کنن خودشون. جولای 12 جولای مراسم یوبی سافت و سونی دیگه تصمیم گرفت، من فکر کنم برنامه‌ای که برای E3 داشت رو اینجا اجرا کرد. دقیقاً. این صورت حالا یک سری تغییراتی داد ولی خب اینجا اجرا کرد. آره، یه استریم 75 دقیقه‌ای بود. هرمن هالست اومد، شوهیوشیدا اومد و جیم رایان از این سه نفری بودن که خب اومدن توی این اسم. خیلی اومدن ولی نه، این سه نفر از سونی. از سونی. آره. آره، این سه نفر از سونی اومدن. یه داستانی هم بود، شهرام بود میگفت. شهرام بود. من نمیدونم دیگه درست دروغش به خود شهرام میگه. اینا تی وی دی رندرن، ما نفهمیدیم آخرش. کسی تئوری توته است. ما اول قبل از اینکه به این یه چیز دیگه من بگم بهتون، من راجع به گادفال گفتم انحصاری تو لایف، انحصاری پلی استیشن 5، در حالی که منظور من انحصاری کنسولی بود، چون برای ویندوز هم میاد، برای پی سی هم میاد. خیلی عجیب بود. حالا راجع به گادفال صحبت میکنیم که گیر باکس هم در ساختش در واقع دخیله. خب بریم صحبت کنیم. به نظرم شروع کنیم از بازی ها، با کنفرانس، با استریم در واقع با جی تی 5 شروع شد. خیلی هم ناراحت شد، من واقعا حق دارم. من نفهمم. بفرمایید تشریف. سه نسل. درست میگید. آقا منم همینو میخواستم بگم. نه نمیتونی. خب بیا که بچه‌ها ببیننت. یه چیز دیگه میاد. نه همینو میخواستم بگم. سه نسل با من که مشکل نداری، که با راکستار مشکل داری. بیا آخه داستان همینه. آخه نه من بیا. بیا بهتر بیا. بیشتر بیا. من همینو میخوام بگم. من اصلا همین تو رو قهر میکنی با من راکستار. من نه راکستار که من نه تای راکستارم نه سر راکستارم. اولش من که مهندس من کنفرانس با لوگوی راکستار گفتم اصلا یعنی چی؟ شیش. Why did I move here? I guess it was the weather. Or the I don't know that thing. That magic. بعد نه یه لحظه هم قد شدیم. آره یه لحظه هم قد شدیم، خودمون ترکیدیم. آره بعد دیدیم نخیر همون پنج رو قرار رو چطوری چطور یه بازی رو تو سه نسل رو PS3 رو PS4 و رو PS5 چطور؟ این فکر میکنم برای اول نمیدونم، شاید اشتباه کنم. نه مثلا فیفا بوده. خب واقعا فیفا بوده که مثلا رو PS2 واقعا بازی بزرگ من ندیدم. خیلی خب مسخره است. آخه اون که کاری نداره، میدونی اونور میدارن فقط کیتا رو آپدیت میکنن و ترانسفرا رو انجام میدن. دقیقاً. نقل و انتقالات انجام میدن. نه یه بازی اینجوری رو سنس من یادم نمیاد. حالا غیر از اون فیفا به هر حال با لوگوی راکتسار شروع شد که خب خیلی عجیب بود. یعنی ما فکر میکنیم واقعا قراره حالا یا جی تی بعدی رو ببینیم یا بولی ببینیم، همین یا رد رد ردمشن یک ریمسترش رو ببینیم یا ریمیکش رو ببینیم. اینو نمیتونستیم. آره. انتظار نداشتیم و واقعا. مثلا به نظر من نمیدونم، حالا کلن خیلی هم نمیخوام حالا این بحث جی تی رو باز کنم، فکر کنم خودش زوم کسی بخواد کلن، چون الان تمام تمرکز راکستر من فکر کنم روی جی تی 6ه.
نمیخواد خیلی وقت و انرژی بذاره برای پروژه‌های دیگه. و از یه طرف دیگه، این تحلیل منه ها، از یه طرف دیگه اگر بازی نداشته باشه موقع لانچ یکم ترسناک ها، لانچ که نه، تو بازی مثلا یکی دو سال اول، چون با توجه به شایعاتی که هست به این زودی ها جی تی ای بعدی نمیخواد بیاد. البته که باید ببینیم که این تغییرات در چه حد خواهد بود. آره، یعنی مثلا نسخه PS5 حالا گرافیکش چه جوریه و جدای از گرافیک چه محتوای اضافی داره. مثلا اینکه میگن یه DLC داستانی ممکنه بگیره. آره. مثلا اینکه میگن میخواد تمام اون ماشین ها و اون ایونت هایی که تو آنلاین بوده رو بیاره تو بخش تک نفره، که حالا یک تجربه یعنی آلتیمتری از بازی ارائه بده. ولی باز به نظر من $60 اگر حتی برعکس به قیمتی $60 باشه برای کسی که برای بازی که هولوش 8 9 ساله داره اومده یه مقداری زیاده. لاستا واسه ما نمیتونیم الان $60 شما میگی اینو بگیریم. مایلز مورالس هم بعدش معرفی شد. بله، اسپایدرمن مایلز مورالس هم بازی بود که در حقیقت اولین بازی رسمی PS5 و جدیدی بود که منتشر شد، یعنی اعلام شد که داره میاد و چیزی ندیدیم. یه شخصیت سیاه پوست. آره، مایلز مورالس حالا به زودی اگر دارین اینو میبینین تو روزی که انتر منتشر میشه به زودی معرفی شخصیتش هم میدین که بیشتر باش آشنا بشین و میتونین بخونین. که یه بحثایی هم پیش اومد که آقا این یه بازی جداست یا DLCه یا چیه یا فلانه. خود اینسامنیاک اومد یه توییت زد که گفت این استندلونه، یعنی بازی جداییه. من آره، اینجوری فهمیدم از توییت اینسامنیاک. ولی میگن که expanded remaster of the original game. معلوم نیست یعنی چی. این دقیقاً این عبارتی که گفتی یعنی چی؟ یعنی یک نسخه گسترش پیدا کرده، گسترش یافته، ریمستر شده از بازی اصلی. دقیقاً. خب این اکسپندان در چه حدی؟ مایلز مورالز رو هم به عنوان یه چیز جدیدی میاره و باهاش به عنوان شخصیت جدید، حالا نمیدونم داستانی جدید خیلی میزاره. چیزی هم ازش ندیدیم. نه در حد اون تکنموی هم که برای PS5 یه اسپایدرمن نشوندن در حد اونم نبود، خیلی نشونش ندادن. من به نظرم خیلی هم میگفتن که این میتونه رو PS4 هم اجرا شه. آره، چون حالا میگم باز تو با اون نمایش بسیار کوتاه نمیتونی نظر جامعه و اصلی بدی در مورد اون بازی و باید ببینیم. میگم حالا خیلی ها میرسیم بهش جلوتر، خیلی ها میگفتن که آقا ما بازی انحصاری نسل بعدی ندیدیم. به نظر من دیدیم اتفاقا، میرسیم بهش. آره، ولی اون چیزی که ما دیدیم این نبود که گرافیک خیره کننده باشه. نه، توی بحث دیگه ها نیومدن، مثلا ناتی داگ نیومده هنوز، سانتو مونیکا نیومده، اون استودیوهای خوب انحصاری سونی هنوز از اون خبر نیست. انحصاری چرا؟ فقط چرا رو انحصاری تمرکز کنیم؟ حتی مالتی پلتفرم هم هنوز چیزی نمیدونیم. میرسیم به اون نمایش مورد علاقه من. فکر کنم تو خیلی دوست داشتی. نه، بعد از گراند توریسمو مونده. آره. گراند توریسمو 7 رو دیدیم. آره، اول گراند توریسمو رو بگیم بعد بریم سراغ. آره. گراند توریسمو 7 خب خود استاد یاماوچی اومد و گراند توریسمو 7 رو معرفی کرد. یه خبری هم قبلا شنیده بودیم که آره، گراند توریسمو 7 قرار میاد. معلوم بود میاد، یعنی گراند توریسمو 7 معلوم برای بود چیز، ولی خب کیش باز معلوم نیست. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که بخش به نظر من باز بخش سونی، بخش گراند توریسمو سونی یا پلی استیشن اگر میخواد نیاز به اوورهال داره. به نظر اوورهال که داره، یه مقدار سرعتشون رو باید ببرن بالا. دقیقا. ولی جدی اگر میخواد به عنوان یکی از بازی‌های ریسینگ موندگار شناخته بشه نباید اینقدر تاخیر داشته باشه. ببین تو مایکروسافت استودیوز رو نگاه کن، یه فورزا موتورسپورت میده، یه هورایزن میزنه، خیلی تفاوت ندارن، ولی یه سری تفاوت‌های همین ستینگ رو عوض می‌کنه. مثلا میبره تو انگلیس بازی جذاب میشه، کلا یه بازی نو میشه. درسته که مثلا فیفا ممکنه بشه تو هر سال اونقدر تغییرات عجیب نبینی، ولی خود بازی اینقدر از لحاظ عمل کردی عالیه، حتی فورزا مثلا هورایزن قبلیش هم از جدیده خیلی تفاوتی نداره. و ولی خب به این فرمول رسیده که هی بازی رو بهبود میده و یه بازی میده. ولی اینکه ما نسل تو نسل یه گراند توریسمو داشتیم برای PS4 میدونی خوب نیست واقعا. و یک در واقع یک بازی ریسینگ انحصاری داشت. آره. ولی خب همیشه انحصاری پروژه کارز نه انحصاری نبود. همیشه البته گراند توریسمو خوب بودن. آره خوب بودن. چه لازم بصری، چه لازم اون دقت در شبیه سازی، اینم احتمالاً همون خواهد بود. من همیشه آرزو داشتم که یکی بیاد یه چیزی مثل فورزا هورایزن برای PS4 بسازه. شاید خود یا پولیفون دیجیتال
چون به نظرم الان بهترین ریسینگی که میشه بازی کرد فورزا هورایزن که رو پی اس حالا یا حتی موتور اسپورت قبلی هم اگه بخوای سیمولیشن بازی کنی اون یه مقدار آرکید تر فورزا هورایزن آره. واقعا نه. و بعد میرسیم به اون نمایشی که من خیلی دوست داشتم و تو هم فکر کنم خیلی دوست داشتی آره. رچدن کلنک من به نظر من بهترین نمایش سونی بود. خب میدونیم که بازی انحصاریه دقیقاً و به نظر من اینجا با اون نمایش کوتاهی که ما دیدیم اینجا قدرت سخت افزار پلی استیشن مشخص بود. یه جوری اصلا پوز SSC بود. آره ببین کلن این که آره از لحاظ تکسچر ممکنه شما بگی این قابل اجرای تو نسل فعلی، اما از لحاظ اون همه اتفاقی که توی بازی میفته، توی اون همه شلوغ و اون همه آره. پارتیکل های مختلف میپاشیدن انفجارا و اشیا و آره اینا خیلی زیاد اینا خب نیاز به ممکنه اصلا الان بازی کنی تو با کنسول همون بازی رو بازی کنی فریم خیلی پایینی بگیری، در حالی که نه اون چیزی که ما دیدیم نه اصلا این از این پورتالا که رد میشد آره دقیقا و بدون هیچ اینکه ما اصلا صبر کنیم سخت افزار صبر کنه لودینگ اسکرینی ببینیم این نشون میداد که چقدر این SSD قدرتمنده 8 تا 9 گیگ بر ثانیه دیتای فشرده رو میفرسته، در حالی که این تو PS4 فکر کنم 100 تا 150 مگ آره دقیقا. خیلی اختلافه. حالا از یه طرف دیگه هم آرش ببین تفاوت رقمی روی نسبت سخت افزار بسیار بسیار زیاده نسبت به نسل قبلشون. دقیقاً یعنی تفاوت تو رو رو کاغذ بنویسی حالا میرسیم موقعی که داشتیم مثلا PS4 به PS3 اینقدر نبود. آره نبود دیگه. حالا برسیم به بحث سخت افزار ظاهر من توضیحاتی میدم راجعش که تازه بفهمین چقدر تفاوت کرده. دقیقاً. بعد چی بود؟ میرسیم به گادفال بازی گیرباکس که قرار گیرباکس بود چی ناشرشه سازندشه چون دو تا استودیو آره لوگو ببین کانتر پلی بازی رو میسازه گیرباکس ناشرشه احتمالاً آره. خیلی شبیه گاد آف وار نبود؟ چرا؟ مبارزاتش کن باش گاد آف وار و بوردرلندز مثلا انگار بوردرلندز رو بهشون شمشیر بدیم مثلا خیلی آره. عجیب بود. البته من خودم خب گاد آف وار ما یه گادفال یه بار دیگه هم دیده بودیم آره توی ویدیو گیم اواردز آره توی گیم اواردز دیده بودیم، ولی اینجا که من دیدمش اون حس خوبو بهش نداشتم. یعنی حس کردم اون بازی که فکر می‌کردم باشه نیست و خیلی تعجب کردم از اینکه لوگوی گیرباکس رو دیدم. شاید هم نمی‌دونم من نمی‌دونستم که گیرباکس داخله یا اعلام شده بود قبلا نمی‌دونم، ولی من اولین بار بود که دیدم گیرباکس تو این داخله و اینکه گیرباکس داره چیکار می‌کنم برای خودش که برای نسل بعد چون اینکه ناشرشه. دقیقاً یکی از بازیایی که من خیلی توجهمو جلب کرد آدورد سول استورم بود. من نمیدونم حالا چقدر بچه‌ها با فرانچایز آدورد آشنایی دارن، یکی از قدیمی‌ترین فرانچایزهای که از گیم آره بعد 2D پلتفرمر بود، مثلا اونی که نسخه تو من رو پلی استیشن 1 بازی کرده بودم و خیلی خوشحال شدم از اینکه آدورد سول استورم و طبق اون چیزی هم که دیدیم بازم بازی دو بعدی توره، یعنی حالت پلتفرمینگ و بازی چشم نوازی بود، خیلی بازی جذابیه و حتی پیشنهاد می‌کنم مثلا برید تاوتوی فرانچایز رو در بیارین چون جذاب هستن، دنیای جذابیه. نمیدونم چرا توی ایران مخصوصا خیلی بهش کم لطفی شده، یکی دو نسخه برای موبایل هم حتی اومده یه دونه نیوان تیستی داره چند تا برید اونم اونقدر براش... دیده نشد شاید اون ایرانی ها خیلی شاید بازی آره، نکردن آره، شاید شاید بازی برعکس رشدنگ لنک یا مثلا جکند اکسری هم جکند اکسری آره. دقیقا خیلی خوب. بازی بعدی چی بود؟ بذار اول فعلا بازیایی که نه بازی بعدی که دیگه بازی زیاد معرفی شد، یه سری تا بازی معرفی شد ایندی بودن آره مستقل آره. بودن یه بازی خیلی جذابی که برام معرفی شد گربه من... نه 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 گربه ایه رو دوست داشتی؟ حالا اون گربه آخه چیزی ازش مشخصه و چیزی که من خیلی دوست داشتم سک بوی بیگ ادونچر بود، درسته که با مدیا مالیکول یه اسپینافش گفت از لیتل بیگ پلنت یا یه بازی کامل بازی پلتفرمر دو پلتفرمر مال مدیا مالیکول دیگه آره. آره. با محوریت کاراکتر سک بوی آره که ما میگم لیتل بیگ پلنت 4 می‌خواستیم که اینو بهمون دادن ولی بازم بد نیست و من فکر می‌کنم حالا لیتل بیگ پلنت یه مقداری الان با وجود اومدن دریمز یه مقداری ممکنه حالا بگی یکم عقب‌تر شده. اولا بی‌معنی به نظر برسه شاید. آره شاید مثلا دریمز رو انهانس ورژنش رو برای PS5 بدن. دقیقاً من همین رو خواستم بگم چون نمی‌دونم کیا دریمز رو بازی کردن اینجا ولی واقعا فوق العاده است این بازی، یعنی حالا اگه حوصله داشته باشی بشینی پاش با ابزاراش ور بری. یه نکته ای که میمونه این که من فکر و خیلی خوشحال میشم یه جوری آرزومه که ببینم دریمز رو PS5 با توجه به قدرتی که اون داره، میخوام ببینم مثلا تو
با اینایی که میتونی دیریمز رو PS4 بسازی رو PS5 چی میتونی بسازی؟ آره دقیقاً. چون خیلی ابزاره خفنی بهت میده. دقیقاً. خیلی عالیه. بازی خیلی زیادی معرفی شد که خیلی بیشتر. حالا ما نمیخوایم به همه 26 تاشون بپردازیم. چون یه سریشون تیزرای بسیار کوتاهی نشون دادن، ما حالا چیز خاصی نمیدیدیم ازش. ولی یکی از مهمترین بازیایی که معرفی شد آخر کنفرانس بود. که هورایزن 2 فوربیدن وست. بله. نظر چی بود راجبش؟ ایلوی که خب تاج سر ماست. خب بانو واقعا ما کی باشیم اصلا راجب ایلوی خانم نظر بدیم؟ بله خواهش می‌کنم. اینکه اصلا صحبتی نیست. منتها خب تقریبا مشخص بود که ما هورایزن دور می‌بینیم. تقریبا اگه دقیقاً تحقیقاً تقریبا مشخص بود که ما هورایزن دور می‌بینیم. من خیلی دوست دارم ببینم داستان بازی چیه. یعنی خب نمیتونم بگم هورایزن کجا تموم شد چون اسپویل میشه، ولی اونایی که بازی کردن احتمالاً اولین چیزی که راجع به هورایزن دو فکر میکنن اینه که خب داستان که اونجا تموم شد حالا ما چی قراره ببینیم. این خیلی نکته مهمیه. اصلا جدای از گرافیک، گیم پلی، حالا فضا که ما باز هم داریم با مثلا ربات ها میجنگیم، من خیلی دوست دارم بدونم ست داستان بازی قراره کجا بره ببره ایلویو با توجه به نقطه پایان شماره اول. آره این از این. ولی یکی از بازی‌هایی که خیلی هایپ ایجاد کرد ریمستر دیمن سولز بود. به به. آره. بازی که بلو پوینت گیمز وظیفه ریمسترش رو برات گرفته، استودیویی که تا الان خیلی از بازی‌های خفن قدیمی رو ریمستر کرده که بهترینشون هم به نظر من شاد آف کلوسوس بوده. بله. که بسیار زیبا ریمسترش کرده بود و دیمن سولز رو داره ریمستر می‌کنه. یه تصاویری هم ما تو زوم جی آره رفتیم از مقایسه آره. آره. و برای همون پنجره لانچ کنسول هم در نظر گرفته شده که عرضه بشه. این فقط برای پلی استیشن 5 آره دیگه. آره آره فعلا. آره دیگه بلو پوینتس فقط آره. برای انحصاری پلی استیشن 5 نمیخوام 100% بگم. من تازه که میدونم آره. انحصاری همیشه میذاره آره. آره. بلو پوینت آره. اصلا و استودیو ژاپن استودیو داره اینو کار قطعا اینه. و نکته ای که هست اینه که اینم بگم بین دسامبر تا بین نوامبر تا دسامبر، یعنی از اواسط آخرای آذر، نه از اواسط آبان تا اواخر آذر تا اوایل بهمن، درست. اینو بهش میگن هالیدی 2020، یعنی از نوامبر تا دسامبر بهش میگن. ما تو این پنجره به قول تو منتظریم آره، که اینا بیاد کنسول قراره اون موقع عرضه بشه و به نظر من تمام بازی هایی که تاریخ عرضه هالیدی 2020 خورده بهشون اصلا لانچ تایتلن با کنسول میان. این تو همزمان میتونی اونا آره مثلا 10 15 تا میتونی بازی انتخاب بکنی و بخری. که مثلا اینه یه نکته ای که هست، مثلا سک بوی فکر کنم اینطوری باشه. راشت اند کلنک هم همینه احتمالاً. آره. و هورایزن اینجوری نیست چون 2021 میاد. فکر کنم. بذار من چک بکنم. نه تا جایی که میدونم اینجوری بود. یه چیزی هم که راجع به هورایزن صداشو اصلا شه. آها دنیای زیر آبش هم خیلی جالب بود. آره دقیقاً. دقیقاً. خیلی عجیب بود. خیلی خوشگل بود بازی. مثل آره. شماره اولش. آره. بازی که دیگه خب خیلی همه دیگه میدونستن و مالتی پلتفرم هم هست ریزنت ایول 8 ویلیج بود. اینم که معرفی شده بود تیزر. کلا رفتن تو همون ستینگ ریزنت ایول 7. آره آره دیگه. همون فضا رو کار بدی نیست. من زمان کار بدی نیست جواب داد. یعنی ببین نگاه کن. بعد بازی دیگه ای که خب انتظار داشتیم بیاد NBA 2K21 بود که قطعا خب آره که کلا ما باید حاضر باشیم دیگه که آخر تابستون که زمان انتشار نسخه های سالیانه بازی های ورزشیه باید انتظار داشته باشیم که تمام این بازی ها به عنوان لانچ تایتل کنسول های بعدی هم در دسترس قرار بگیره. مثل فیفا، مثل فیفا، مثل مدن، مثل NBA، NHL، حالا NHL آره. NHL NBA آره. همه این بازی ها برای کن مثل که همون اتفاقی که برای NBA برای 2000 برای نسل قبلی افتاد. PS4. اما فیفا 21 هم رو PS4 آخر تابستون بازی میکنیم. هم اول مهر PS5 خریدیم. بله اون که حالا خودش به حال در 18300 بود امروز دلار بفهم. بله دست شما درد نکنه. من در حد اینکه فقط بگم یکی از بازیایی که خیلی توجه منو جذب کرد خب. مخصوصا چیزش، مخصوصا ارائهش و در حقیقت به اصطلاح چی میگن نمایشش، دثلوپ بود. بازی آرکین که بتسام هم ناشرشه. بسیار بازی جذابی به نظر میرسید. بله که خیلی یه حالت
منم خیلی دوست توری داشت. آره. نه خیلی خیلی جذاب بود. اون حس آرکینو داشت واقعا دیگه. آره آره آره. و شما توی تایم لوپی گیر کردی که باید نمیدونم مثلا چیه داستان، خیلی پیچیده بود ولی منظرم چیز جذاب. خیلی خوشگل و جالب. خوشگل بود، شوتینگش جالب بود. آره. و امیدواریم که جذاب باشه. یه سری بازی دیگه مثلا استرن هم داشتیم. آره الان میرسیم بهش. ببخشید. برسیم بهش. برسیم به هیتمن. دو تا بازی مهمه دیگه مونده. یه گوستوار توکیو بود. آره شینجی میکامی اومد. گوستوار توکیو باز تو گیم اوارد دیدیمش. اولین بار اگه شما نکنم. چیزی هم ندیدیم ازش، بیشتر یه تیزر خیلی کوتاه دیدیم. تور بود. ولی من به شخصه چیزی نبود که دوست داشتم ببینم از میکامی. اصلا خیلی عجیب بود برام که یه همچین فضایی ساخته، یه همچین شاید مبارزاتی ساخته، نمیدونم. شاید انتظار داشتم با توجه به مثلا اسم میکامی یه بازی چه میدونم تو ژانر وحشت ببینم، یه توکیوی عجیب غریب ببینم. ببین عجیب غریبیش، ببین بازی ولی خیلی ژاپنیه، خیلی ژاپنی. من نفهمیدم چی بود. ببین بازی ترسناکه. خب بازی اکسکلوسیو PS5 ولی هست. چه جوری ترسناکه؟ یعنی مثلا سوپرنچورال هارور. آره سوپرنچورال هارور مثلا بشنگ. آره خب. سوپرنچوراله و تو یه سری بسه که قدرتایی داره که بقیه نمیتونن ببینن، یه چیزی این بقیه ندارن، اون تو یه سری چیزایی میبینه که بقیه نمیبینن و این جوریه دیگه. یه بازی جاپنیز هارره بهش میگن تقریبا، یعنی ترسناک ژاپنی. ژاپنی ترسناک. ژاپنی ترسناک. آره. و هیتمن 3 جزء بازی بزرگ دیگه بود که منتج، یعنی مشخص شده که قرار فوریه 2020 یعنی ژانویه 2021 هم بیاد. یه چیزی که برای من خیلی جالبه، مثلا اسم هیتمن رو وقتی میشنم، اسم ریزنت ایول رو میشنم، اسم لشت انگلنک رو میشنم، اسم گراند توریزمو رو میشنم، اینی که ما همش داریم یه سری بازی ها رو بازی میکنیم. هیتمن رو هر سال تو هر نسل بازی میکنیم، تو هر نسل ریزنت ایول بازی میکنیم. حالا اینکه چرا اینا مثلا نمیان یه هیتمن جدید بسازن، منظور از هیتمن جدید مثلا یه آی پی جدید دیگه. ببین خب آره یه بازی ترسناک. آخه میدونی حالا مثلا هیتمن شاید همون کله کچله باشه و ایجنت چلفته، ولی اصلا ریزن تیول نمیدونم، شاید فقط به خاطر فروششه، وگرنه این اصلا ریزن ایول نیست. یعنی من اعتقاد ندارم به اینکه اگه ما بیایم مثلا یه بازی ترسناک خیلی خوب معرفی کنیم که کپکام بسازه، حالا اسمش هم مثلا یه چیز دیگه بذاریم بد باشه. نه نه بد نیست، بس صرفا ریسک رو میارم پایین. ببین تو الان حساب کن، مثلا باز داشتیم ها، باز نسل پیش مخصوصا آی پی آی خوبی داشتیم جدید، مثلا همین هورایزن جدید بود، مثلا ایول ویدین جدید بود، میدونی یه سری بازی مثلا خود لست آف آس که آخر نسل هفت اومد جدید بود. ولی بحث اینه که کمپانی ها میدونی بس وقتی بس پول به وسط میاد، تو برای اینکه بخوای بفروشی خب، و برای اینکه بخوای خودتو تو این بیزنس تریپل ای ها رو میگم، ایندیا و بازی های دبل ای و پریمیوم ایندیا رو اینا رو نمیگم، وقتی بخوای خودتو نگه داری تو این بخش، باید کم ریسک ترین محصول رو به بازار عرضه کنی. من موافق این نیستم، من موافق این نیستم که چرا تو زور چپون کردی آتلاس رو تو رزیدنت ایول، یه رزیدنت ایول 7 دادی مثلا، میدونی بازی خوبیه، بازی واقعا بازی خوبیه، چیزی بذار و یه چیزی جوری نمایشش بده که واقعا این جدید به نظر ما بیاد. آره دقیقاً، من شاید واقعا اینجوری خیلی بیشتر خوشم بیاد. من واقعا سر رونمای ایول ویدین 1 واقعا خوشحال شدم، جذاب بود برام، جدید بود. بازی هم بازی بدی نبود، بازی خوبی بود. ببین حالا مثلا میگم ناده، الان تو اگه یه سایلنت هیل ببینی، من به شخص خیلی خوشحال میشم. میدونم که تو هم همینجوری و خیلی های دیگه. خب ببین سر یه بازیایی مثلا مثل سایلنت هیل این فرق میکنه. خب ما خیلی سال اینو ندیدیم، خیلی چاحت منتظرش باشیم، مثل حسه ای آی پی جدید بد میده. دقیقاً. آره. ولی خسته شدیم دیگه از ریزنت ایول. آره دقیقاً. انقدر رفت برگشت، رفت برگشت، انقدر این ستینگ عوض شد، فقط یه اسم ازش مونده. آره حالا دقیقاً. باز هیتمن شاید خیلی نه، حالا اپیزودیکش کردن تو این نسل، بعد نمیدونم حالا سد نمیدونیم اپیزودیک هست هنوز یا نه. بعد اینم صبر کنیم ببینیم. خیلی خب، خیلی خب، من میگم یه بحثه، یه سری بازی کوچیک مختلف دیگه هم، حالا کوچیک و بزرگ دیگه هم مشخص شد، رونمایی شد که تیزرشون خیلی کوچیک بود، اطلاعات خیلی زیادی نداره. مثلا پراگماتا بود که سال 2022 بازی مالتی پلتفرم هم هست، سال 2022 قرار بیاد. خب پراگماتا چیکار کنیم من 2022؟ بذار اول ما موج اول بر... آره بذار اول بخریم. یه سری از چیزای دیگه هم که تا الان اعلام شده. پروژه آثیای اسکوئر اینکس چی بود؟ نمیدونم، نفهمیدیم اصلا اون چیه. من اصلا نفهمیدم اون چیه.
ببین کلا میگم خیلی نمایش روی گیم پلی بیشتر تمرکز نداشت، بیشتر روی کنا هم خوب بود، کنا هم خوب بود. آره استری هم گربه بود. استری یعنی اصلا ولگرد دیگه، استری کات رو میگن گربه های ولگرد میگن استری کات. آره که یه توی دنیایی از ربات ها گیر کرده بود گربه و حالا دوست داشت ببینه. نگین رضاپور از این خیلی خوشش میاد، از استری. آره توییت هم کرد اتفاقا راجع به پروژکت آثیام. اینم بگم که کنسول اکسکلوسیو PS5 و برای PC هم میاد البته. خوب. و که یه آی پی جدید از اسکوئر اینکس که کلا نمیدونیم چه جوریه. چه ریترنال یه بازی هم بود. آره بازی ریترنال هم بود. بود که هاوس مارکی ساختتشون. آره. که تخصصشون شوترهای آرکیده. آره. آرکیدای شوتر. آره. آره. ترسناک بود. آره. بازی. ولی این فرق میکنه. این خیلی فرق میکنه. آره. آره. که این روگلایک سوم شخصه که شما رو توی یک سیاره بیگانه گیر افتادی و هر موقعی که میمیری دوباره برمیگرده. این مرگ جزوی از داستان بازیه. حالا دیگه اینو چه جوری میخوام پیاده سازی بکنم. کلی بازی بود به قول تو که حالا باگز نکس بود، نمیدونم جت د فارشور بود، کنام و بریج اف د اسپریتس بود. آره. استروس پلی روم. استروس پلی روم هم که جزء بازم بازی انحصاریه، اگر یادتون باشه اون ربات های دوست داشتنی سونی که توی پلی استیشن وی آر هم یه چیزی اومده بودن، یه حضوری داشتن، اونام تو این هست. دقیقاً اون ربات کوچولو. این هم بهتون بگم ببخشید، این به صورت پیشفرض روی کنسول هست، این استروس پلی روم. آره به صورت پیشفرض روی کنسول هست که بیشتر مثلا بخاطر با توانایی های کنسول و اینا آشنا بسازه. آره. خب خیلی ها البته انتظارشون این بود که در واقع انتظار نداشتن که ظاهر کنسول ببینن. من خودم یه احتمال کمی میدادم، یعنی من هم اینطور، چون نگفته بودم. آره گفته بودم ما بازی ها رو میخواییم نشون بدیم. دقیقا. ولی ظاهر کنسول هم نشون دادن با اینکه خیلی دیرتر از مایکروسافت، ولی بالاخره این کار رو کردن در حالی که ما هنوز قیمت هیچ کدوم رو نمیدونیم. حالا به نظرم الان میتونیم با هم راجع به ظاهر این صحبت کنیم، هم راجع به اکسسوری هایی که معرفی کرد و هم راجع به قیمت. قبل از اینکه بریم سراغ این، من یه برای اینکه یادمون بیاد قدرت سخت افزارهای پلی استیشن 5 رو با هم یه دور مرور بکنیم که می‌دونیم سی پی یو ش ام دی که ام دی زن 8 کور 3.5 گیگاهرتز کلاک اسپیدش، جی پی یو ش قدرتش 10.28 ترافلوپس قدرت داره که توی پی اس 4 اگه بخوایم مقایسه 1.84 ترافلوپس. آره دقیقاً. مموری جی پی یو ش هم کاستوم آر دی ان ای 16 گیگابایت رم DDR6 داره. بعد عرضم به حضورتون که یه SSD 825 گیگابایت شخصی سازی شده داره و که میتونین شما با از طریق SSD های NVMe همینایی که میری برای پی سیت میخری اینو به صورت هر چقدر دلت میخواد اضافه کنی اضافه کنی. اکسترنال استوریج یا همون حافظه خارجی هم بهش وصل میشه، اما فقط برای بازی PS4. یعنی شما بازی PS5 رو نمیتونید روی هارد اکسترنال به خاطر محدودیت انتقال داده. ایکس باکس هم همین کارو کرده دیگه. ایکس باکس هم اگه دقت کنی میتونی فقط بازی نسل قبل روش بریز. و که حالا دو مدل هم داره، یه مدلش که دیجیتال اونلیه، یه مدلش هم هست که دیسک 4K بلوری اولترا اچ دی داره. آره میرسیم به ظاهرش. خب خیلی ها انتقاد کردن به من که خیلی هم خیلی زیاد بودن و اینکه گفتم تو اصلا به چه حقی میگی این زشته، یا اصلا به چه حقی تو اصلا تو کی هستی که میگی این قشنگ نیست. من واقعا کسی نیستم و البته که یک نظر برای خودم دارم. بفرمایید. خواهش میکنم. من اعتقاد ندارم که این زشته. من اعتقاد دارم این اون چیزی نیست که من شاید انتظار داشتم از PS5. دلیلش هم اینه که اولا که کنسول خیلی درازه، مثلا بزرگه، کنسول خیلی بزرگه قشنگ. یه چند تا مقایسه کرده بودن از روی درایو، اندازه درایو بلوری. ببین اصلا تو چشمی نادر میدیدی. آره.
قشنگ با چشم مشخص بود اندازه اون... درایو به ببین من من نمیخوام اینجا مقایسه کنم بگم که مثلا ایکس باکس سریز ایکس بهتره یا پی اس 5 قشنگتره، فرقی هم برای من نمیکنه کدوم بفروشه کدوم نفروشه. من با توجه به اندازه این دوتا، چون اینا مشخصه که مهندسای این دوتا بزرگترین چالششون خنک کردن این دقیقا، دوتا محصول بوده. دقیقا. و اندازه این دوتا هم قشنگ اینو نشون میده. دقیقا. من میگم با توجه به اینکه مهندسای سخت افزار مجبور بودن که اینا رو کولینگشون رو جوری بسازن که اون اتفاقای نسل 7 6 7 نیفته، در واقع پی اس 3 و حالا اون سه چراغ مرگ ایکس باکس 360، من اون فرم فاکتور ایکس باکس رو بیشتر دوست دارم. ببین من کلن من نظرم اینه که من جفتشون رو دوست دارم. خب یعنی به نظر من دو تا روی کرده کاملا متفاوت توی دیزاین کنسول دارن و ولی هیچ کدومو نمیگم زشتن. خب نه منم نمیگم زشته. آره. من خودم شخصا این حرکت سونی که ریسک پذیرفته و یک کنسول آینده نگرانه از آینده از لحاظ ظاهری آینده، مثلا سای فای تو فیلم های سای فای میدی، مثلا یکی حرف خیلی جالب میزد میگفت اگه تو 2003 یکی فیلمی ساخت که قرار بود 2020 نشون بده مثلا کنسول اینجوری بود، موافقم. یا مثلا ماشینا دیدی قدیم ها مثلا میدیدیم ماشینایی که تو فیلم های مثلا 2003 چه جوری همشون زاویه آره. ندارن و دایره ای و فلان و اینا اینجوری بود. اینش جالبه. از طرف دیگه دیزاین ایکس باکس شیک و بسیار به نظرم دیزاین خیلی شیک و خیلی صنعتی و خیلی خوشگل رسمی داره، ولی باز هم به هیچ عنوان دیزاین مهم نیست. آره در نهایت تو دقیقا حرف منم هم همینه. آره عمل کرد مهمه. آره منم هم همینو میگم. من میگم آقا مثلا من اون لحظه چی میگم، مثلا من و تو مثلا مجریه یه برنامه بعد اون برنامه زنده است. مثلا ما نشستیم برای اولین بار فکر کنم مثلا همه نشستن تو خونه شون، ما هم نشستیم تو خونمون مثلا با نادر داریم پی اس 5 برای اولین بار میبینیم. خب یا میگیم واو عجب کنسولی چقدر خوشگله، یا ممکنه مثلا ساکت بشینیم بگیم فکر نمی‌کردم اون چیزی که اصلا نه اصلا ببین اصلا در نهایت که ظاهره. دقیقاً تو اینو می‌خوای بذاری تو کمد مثلا تو میز تلویزیونت. ببین آرش مثلا من یه چیزی الان به تو بگم، من خب خودت می‌دونی من هم یعنی از لحاظ کنسولی هم وانکس دارم هم پرو. خب و واقعا بهت میگم الان وقتی که پلی استیشنم روشن میکنم دوست ندارم روشنش کنم، چون یه صدای فنی که بله میده بله. یعنی قشنگ ماینر بیت کوین میده، قشنگ پدر میاد میگه نادر جان کی تیک آف خاموش کن نه کی تیک آف اون کی بلند میشه. آره خدا حفظ. خب سلام برسید اگر من دوست بزرگیتون برسونم. سلام حتما آقایم ری برسید بزرگیتون برسید حتما دیگه نشوشون بدید. بعضی اوقات بابا میاد تو اتاق مثلا کارم داره میاد دارم فیفا بازی میکنم در میونه میره آ خودش میره. آره میگه این الان خطریه من مثلا به خاطر اینکه خب اگه آنلاین بازی میکنم بچه‌ها دوستام که باشون آنلاین بازی میکنم اکثرا PS4 دارن، خب مثلا PS4 بازی میکنم. ولی واقعا اگر مثلا یک به خود آدم باشه ممکنه اگر یک بازی به من میگن آقای محترم شما، میگم من قطعا نسخه ایکس باکسشو برمیدم، نه اینکه فن ایکس باکسم، نه به خاطر اینکه بازی بی سر و صدا تر اجرا میشه، کنسول رو روشن میکنی زیر فش رد ردپشن 4K با بهترین عمل کرد بدون هیچ صدا، من فیفا بازی میکنم تیک آف میکنه خونمون تو PS4 Pro. خب و بحث من اینه، یعنی میخوام به این برسم در نهایت اون چیزی که برای من مهمه عمل کرده کنسوله. نخرم مثلا 500 600 700 800 هزار دلار مثلا هر چقدر پول بدم بعد بخاطر اینکه دیزاینش اینجوریه نمیتونه خونک کنه مثلا یلو رینگ مثلا رد رینگ اف دث یا صدای 747 جامبو جت بده. دقیقاً حالا دقیقاً بحث همینه. ببین ظاهر در نهایت ما هممون، من خودمو میگم در درجه اول، باید یه چیزو واقعا از ته قلب و ته دلمون یاد بگیریم، اونم اینه که ما باید نظر مخالفمون رو بشنویم. آره دقیقاً. قرار نیست که همه چیز بر وفق در واقع مراد ما باشه، چون اگر اینجوری بود اصلا نیازی به زومجی و سایت های دیگه نبود. یعنی خب یه نفر میرفت مثلا یه حرفی رو میزد همه هم موافقن، یا یکی میگفت همه هم مثلا چیزن بعد هم میگم آره اوکی تمام شد. اصلا نظر شخصی دقیقاً اون نظر شخصی که جذاب میکنه. مثلا چرا سالا مثلا به یه بازی این امتیاز میده، ممکنه من بازی کنم یه امتیاز دیگه بدم، یا تو بازی کنی یه امتیاز دیگه بدی. بحث نقد ببین. بحث نقد آخه ما یه بحث نقدم داری. آره حالا اونو چون اون خیلی بحثی نمیخوام برم تره. داخلش آره. بشم. من نظر شخصیه. در نهایت اینکه خیلی ها خوششون اومده از ظاهر، خیلی ها ممکنه اون چیزی که میخواستن نبوده.
خب در نهایت اون چیزی که تو میگی مهمه، باید ببینیم چه بازیایی براش میاد، قیمتش چقدره، به قول تو عملکردش چجوریه. و میگم در نهایت این یه نظر شخصیه و برای من نظر هر کسی که من خوشگل عالیه فضایی زشت محترمه. آره من عیاری هستم از بخش سرگرمی. خواهش میکنم. این آره این بخش بحث چیزیه که حالا به طور کلی بعد بشیم یه دفعه صحبت کنیم اصلا. آره نه اصلا اون حالا اون بحثی که تو میگی، ببین یه سری المان هایی هست. حالا مثلا من که به طور مثال دانشگاه هنر که مثلا درس نخوندم، خب ببخشید بس میخوام یه توضیح بدم معیار چیه. همین میخوام بهت بگم دیگه. ببین آقا الان تو یک طراح صنعتی رو بیاری بشونی که میتونه راجع به دیزاین و طراحی محصول خب صحبت بکنه، خب این یک کمی آف تاپیک میشه ولی اشکال نداره یکم راجع به صحبت بکنیم. میتونه بیاد، خب ببین هر محصولی یا تو هر فیلدی تو هر زمینه یک سری المان داره، یک سری المان تعیین کننده داره. خب مثلا چه میدونم تو نمیتونی یه محصول زاویه‌شون مثلا 137 درجه باشه، این ورش زاویه‌اش 43 درجه باشه، میدونی؟ یعنی منظورم که یه سری المان‌های وجود داره اصلا کلا تو دیزاین، زیبایی شناسی، فلان. تو بحث سینما و تو بحث گیم و تو بحث موسیقی هم به نظر من این تا حد زیادی وجود داره. خب یعنی یک سری المان‌هایی هست که این المان‌ها مثل همین طراحی، یک سری المان‌ها اینا رو بعد اول رعایت کنی. خب مثلا 80-90% داستان اون میشه، حالا 10-15% دیگه برمیگرده به خود طرف. درست. که اون طرف مثلا تو یک چیزی رو نمیتونی واقعا دلیل بیاری که زشته، خب خیلی خوشگله، میدونی؟ ولی وقتی مثلا یه مهندس طراحی صنعتی رو میاری میشونی، خب یارو برمیگرده میگه که آقا مثلا این به این دلیل به این دلیل به این دلیل به این دلیل زیباست. خب تو وقتی که یارو تحصیلاتشو داره و میدونه اصولی بلده، میتونه راجع به اون نظر بده. ولی عام فرق میکنه، کسی که مثلا راجع به اون چیز نظر نداره میتونه نظر شخصشو کاملا بده. آره یعنی مثلا من منظورم اینه، من و تو هم به عنوان دوتا آدمی که دوتا آدم عادی هستیم که زیباییه مثلا طراح صنعتی بلد نیستیم، آره میتونیم بیایم بگیم. ولی مثلا بیا یه بازی بده دست ما، یا خوبه یا بد، میتونیم قشنگ برای توضیح بدیم که چرا خوبه چرا بده. یعنی دلایل قشنگ با معیار میتونی توضیح بدی که چرا بده چرا خوبه. بعد خب دو تا نسخه هم داشت، همونطور که گفتی فکر نکنم شاید تو ایران خیلی جذاب باشه نسخه دیجیتالیش، با اینکه خب خیلی هم ممکنه الان دیجیتالی هم بازی بخرن. یه بحثی هم که بود، خب PS Studios اون برند جدیدی که برای استودیو خوش بود جا انداخت اینجا. آره دقیقاً. حالا اون بحثی هم که گفتی، ما یه احتمالاً یه برنامه‌ای هم بذاریم دوباره راجبه کلاً این سمت و سوی دیجیتال شدن بازی‌ها که ببینیم چه اتفاقی میفته، مثلا یه پیش بینی بکنیم. من که با تقریب بالای اطمینان دارم که اینجوری نیست که همیشه ما برای همیشه با فیزیکال دیسک خداحافظی بکنیم، ولی خب به طور مداوم تو سال‌های آتی این درصد این که آدم‌ها کدوم بیشتر می‌خرن. آره دقیقاً. چون همه جوره بخوای حساب بکنی، هم هزینه برای استودیوها کمتر میشه برای توزیع و نشر بازی، حداقل نشر بازی، میدونی خودت وقتی پروداکت فیزیکی رو مجبوری، پول شیپمنت میخوره، پول فلان میخوره، جعبه بخوره، چاپ بخوره، دیسک بخوره، رایت بشه، پخش بشه. دقیقاً. و این داستان هم هست. در مورد دیگه چی؟ حالا تو تو تا حالا با کدوم بیشتر، یعنی الان انتخابت کدومه؟ تا الان ببین من نمیتونم الان نمیتونم نه تو الان باید بگی آخه نامردیه. نه نامردیه کیه؟ مایکروسافت هنوز مایکروسافت هنوز جولای نشده که انحصاریاشو نشون بده. میدونم نامردی بگی، ناد جواب بده، تفره نرو، جولای نشده، جون نشده، من برای من اینا قابل قبول نیست. من یه سریز ایکس میگیرم با کنترلر دوال سنس. نه این کار که نمیتونی بکنی. میکنم چرا نه؟ نمیتونی بکنی که نمیتونی بس کنی که اونو بس میکنم. من تو چیکار کنم؟ نه تو نمیتونی. اگه بس کردم چی؟ واسه سامورایی همه چی ژاپن دیگه. همه چی ژاپن. خب نه نمیتونی اینجوری جواب بدی. بعد الان بگی تو الان جفت چی که نمیتونیم بخریم؟ یکیش هم شاید دن فعلا نتونیم بخریم. الان تو الان انتخاب، یعنی اون پولی که داری جمع میکنی که مثلا 6 ماه دیگه بخری، الان اون پولا رو میخوای خرج کدوم بکنی؟ باید جواب بدی، نمیتونی جواب. ببین دو حالت داره آرش جواب پاسخ من. یه سوال اینه که کدومو بیشتر دوست دارم، کدومو بیشتر دوست دارم و به نظرم کدوم قدرتمند. به نظر تو داری تفره میگی؟ نه حالا بهت میگم کدوم قدرتمندتره به نظر من Xbox Series X، ولی اولینی که من میخوام احتمال پلی استیشن 5.
خوب من متوجه نشدم. الان پس این پولی که داری جمع می‌کنی و می‌خوای باش پلی‌استیشن 5 بخری؟ آره، ولی کماکان اعتقاد دارم که عملکرد ایکس‌باکس سریز ایکس بسیار بهتره. خب میدونم من نمیدونم شما اگه فهمیدید آقا تو مثلا شما فهمیدید نادر میگی... چی میگه من تو میگی مکلارن رو من خیلی دوست دارم. آقا من میگم یکی از بی ام و میخرم. نه نمیشه که همچین چیزی. تو مثلا جفتش که تقریبا یه قیمت مکلارن با سری سه یه قیمت نه دیگه. من دارم میگم من سریز ایکس ببین به دلیل خیلی از مشکلاتی که خودمون میدونیم که توی ایران مخصوصا وجود داره برای کنسول مخصوص، من دارم میگم دیگه به نظر من پلی‌استیشن 5 پس من تا اینجا فهمیدم پلی‌استیشن 5 پلی‌استیشن 5 رو میگیرم، ولی کماکان به نظرم ایکس باکس سریز ایکس عملکرد بهتری داره. دلیلم دارم من اگه مثلا این مشکلات وصل شدن به اینترنتش نبود و بدبختی و دی ان اس و فلان اینا، قطعا سریز ایکس می‌خریدم اول. خیر خب شما چی جان؟ شما چی؟ من که برای من برام فرقی نمی‌کنه اصلا. من میدونی من یه ارادت خاصی به پلی‌استیشن دارم. این ارادتم خب از فکر کنم باش بزرگ شدیم واقعا دیگه، یعنی از PS1 آره هیچ وقت جانبداری نکردم، هیچ وقت فنش نبودم، اونم شاید بچه بودم فنش بودم یا مثلا در لحاظ از که تازه شروع کردم به نوشتن، ولی خب وقتی که شغلت راجع به این حرفه‌ای میشه باید این افکارتو بذاری کنار، یعنی باید تمرین کنی که حداقل بی‌طرف باشی. ولی من خودم دوست دارم پلی‌استیشن 5 بخرم به خاطر رچت اند کلنک، به خاطر هورایزن، به خاطر ممکنه آنچارتد بعدی، آی پی بعدی ناتی داگ، به خاطر اینا واقعا. یعنی شاید مثلا هیلو، من خیلی هیلو بازی نکردم، مثلا رو وان بازی کردم 360، ولی اون تعلق خاطره شاید بهش نداشته باشم. حالا یه نکته دیگه هم که هست، من جفتشو دارم، من ایکس باکس وان دارم، PS4 هم دارم، ولی اولین چیزی که میخرم PS5. یه چیز دیگه هم که هست که باید بدونیم اینه که الان شاید اگر ما این زومکست رو یک ماه دیگه ضبط میکردیم بعد از برگزاری مراسم مایکروسافت کلا همه چی عوض میشد. بازم میریم. یعنی حتما به گوش باشین که ما یه چیز دیگه هم برای برنامه رو برای رویداد ایکس باکس هم خواهیم داشت. اکسسوری هم سریع بگیر و بریم. اکسسوری هم که حالا همه چیزایی بود که خیلی بد بود، چیز خاصی نبود. کنترل من نفهمیدم، چرا که من نفهمیدم از PS تو هم دارم میده کنترل. آره اپیل. حالا اون دوربینر هم نگفت چرا دوربین داد. اصلا چرا دوربین لازم داریم؟ شاید آره پی اس وی آره دوربینه. اون داک شارژ هم که معمولی بود. آره هدستش هم که میشکنه. هدست هم که میشکنه. تقریبا آره در 95 درصد هدستای پی اس وی هر وقت خریدم شکسته. واقعا جذب نکرد. نمیدونم هم چرا معرفی کردن. و چرا اینجوری معرفی کرد؟ اصلا میتونست قشنگ برای هر کدوم توضیح بده چه قابلیتایی داره، مثلا این دوربینه چی کار میکنه، آره هیچی این کنترله چی کار میکنه، هیچی نگفت. و قیمت بفرمایید. ببین قیمت خب خیلی بارها هم صحبت کردیم، هیچ کم نمیتونه درست تخمین بزنه. چیزی که خیلی مهمه اینه که الان رقابت اصلی بین مایکروسافت و سونی سر قیمته، که کدوم زودتر اعلام کنن و کدوم پایین‌تر بتونن بفروشن، چون به هر حال تو اگه بتونی کنسولت پایین‌تر بفروشی سود بیشتری، یعنی بیشتر نه نرم افزار بیشتری میفروشی دیگه، یا کلا کنسول بیشتری، تعداد فروش کنسولت میره بالاتر. درست. از طرف دیگه چیزی که من فکر میکنم اینه که مایکروسافت به دلیل اینکه خب مایکروسافت خیلی شرکت عظیمیه، بسیار شرکت عظیمیه، در مقابل سونی که من نمیگم سونی عظیم نیست، ولی مایکروسافت اگه اسکیل رو ببینی شرکت کمپانی ایکس باکس نه برند رو مقایسه نمیکنم و ایکس باکس یکی از زیربرند های مایکروسافت. تو الان ببین مایکروسافت تو انترپرایز و توی سطح سازمانی و اینا چقدر داره عمل میکنه، چه جوری داره عمل میکنه، سخت افزار میزنه، لپتاپ و فلان اینا میزنه، نرم افزار اینقدر اینجوری تمام سازمان ها رو سرویس های مایکروسافت دنیا دقیقاً و این چی نتیجه میده؟ این نتیجه میده که جای ریسک دقیقا. بیشتری داره. بله بله. و یعنی چی؟ یعنی میتونه شما چون بدونین کنسول ها رو با ضرر میفروشن. بله. و مخصوصا حالا که 50 دلار ضرر میده، که 70 دلار ضرر میده، حالا و سودش رو از روی نرم افزارهاش از روی بازیاش میگیرن. بله. و حالا به نظر من مایکروسافت جای ریسک بیشتری داره، یعنی جا داره که بیشتر کم کنه قیمتش رو نسبت، یعنی مارجین بیشتری از فروش رو بده. من خودم اسم میگم اول مایکروسافت قیمتش اعلام کنه و حالا به هر حال دیگه نمیدونم، شاید هم یه قیمتی بده که نتونه سونی زیر اون بده. دقیقاً. یعنی به خاطر همون چیزی که گفتی دقیقاً. که قدرت ببین، چون
برای امو گیتس، امو بیل گیتس، امو بیل گیتس 5 میلیارد دلار، 4 میلیارد دلار تو به حال مال اون دیگه خیریه. آره، خیریه. آره. ولی در نهایت مال اون دیگه، یعنی 4 5 میلیارد دلار ما میدونیم اون زمانی که شکست خیلی نزدیک بود اون سر سه چراغ 360، خب اینا 2 3 میلیارد دلار فقط خرج بهینه کردنه، شاید اون خط تولیده کردن پولی نیست، ولی برای سونی فکر کنم تنها بخشی که سود میده سرگرمیشه سونی انترتینمنت و لنزا و دوربیناشه، یعنی تمام بخشای دیگه سونی مثلا تلویزیون فلان اینا موبایل، موبایل مخصوصا ضرر میده، که فروخت وایر ما به مدت هاست و ضرر. پس من فکر میکنم، من پیش بینی اینه که من فکر میکنم یا اینا یه هماهنگی با هم دارن، یکی از سناریوها اینه که اینا دو تا بازیگر که بیشتر نداریم، مایکروسافت و سونی، یا اینا با هم در ارتباطن و با هم جلسه دارن و با هم صحبت میکنن راجع به قیمت گذاری، یا اینکه اگه خیلی دشمنی داشته باشن با هم، من فکر میکنم اول مایکروسافت قیمتش اعلام میکنه و قیمتی اعلام میکنه که اصلا سونی جرئت نکنه سمتش همون بره. دیگه نتونه زیرش بده. آره، و من فکر میکنم سونی کنسولش گرونتر باشه، اگر یه قیمت نباشن سونی گرونتره. ببین یعنی مثلا این فکر کنم 500 دلار اون 550 دلار بازه خوبش به نظر من روی 500 دلار بازه منطقی شو. تو فکر کن مثلا 449 دلار سریز ایکس باشه، مثلا 499 دلار PS5 باشه. آره مثلا یه همچین چیزی. چون فکر نکنم زیر 400 حتی مایکروسافت بده، این 399 و بالای 500 خیلی ریسکه. بالای 500 هم ریسک، همون که سونی با PS3 کرد 600 دلار کنسول دقیقاً ریسک. چی شد آقا؟ من میگم 500 دیگه ته جایی که جا داره برای کنسول نسل بعد خرج کنه. موافقم. آره خیلی خوب. یه چیز دیگه هم بگم، بازی‌های نسل فعلی که قراره برای بکورد کامپتیبیلیتی برای انهانس بشن برای کنسول PS5. های نسل بعد بیار PS5 بیار. کنترل هست، دستینی 2 هست، فورتنایت هست، وارفریم هست، گاتیک هست، والهالای اساسین اسکرید هست، رینبو سیکس سیج هست، آوترایدرز هست، لورد آف رینگز گالم و بتلفیلد 6، واچ داگز لیجن، گادز اند مانسترز، رینبو سیکس کوارانتین، WRC 9، رانندگی داینگ لایت 9، درت 5 و بلادلاینز 2، اسکارلت نکسوس، اینا هست. خیلی خوب. اونم که شایعه شده سایبرپانک، دث استرندینگ، گوست آف سوشیما، لاست آف آس پارت 2، استارفیلد، الدر اسکرولز 6، جی تی ای 6، اینا که قطعا اگه بیان استارفیلد که الان باید تقریبا اصلا برای این کنسول نیاد، ولی از اون چیزایی که تو این مثلا فاینال فانتزی 7 ریمیک میگن میاد، گالاوار 2 احتمالا هست و اینا فعلا شایعه هاشون هست. خیلی خب، چیزی میخوای بگی؟ نه خیلی صحبت کردیم دیگه، فکرم جامع و کامل توضیح دادیم همه رو. خیلی خب، مرسی که تماشا کردید. شما هم حتما بیایید زیر همین پست نظرتون رو بگید، چرا راجع به این زوم کست، چرا راجع به صحبت هایی که ما کردیم موافقید، مخالفید، بگید که از کدوم نمایشه بیشتر خوشتون اومده، راجع به قیمت نظر بدید، راجع به ظاهر نظر بدید، بیاید زیر همینجا کامنت بذارید که ما خوشحال میشیم واقعا. آره مرسی که ما همراه بودین و دنبال کنین دیگه برای جدیدترین اخبار پلی استیشن و ایکس باکس و هر کلا گیمینگ و اینا. اگر هم از توی یوتیوب دارین ویدیومونو میبینین، یادتون نره که سابسکرایب رو بزنین اگه نیستین، اگر هم هستین که اون زنگوله هم بزنین که ویدیو نوتیفیکیشن بیاد براتون. آره موفق باشید و سالم، خدافظ. مرسی، خدافظ.